فساد بوده در مورد قرارداد بازیکن مربی، در مورد قرارداد شفر اوج فساد رو ما داشتیم. یه مربی که دیروز من عرض کردم توی یکی از برنامه، خدا نکره جسارت بهشون نمیکنم جناب فعال، یک مربی کاملا مرده است، یک جنازه است ایشون. جناب فعال خیلی دوستش داریم. آره بابا میگم قانع عذرخواهی میکنم. یه آقای فعالی هست جزء تهیه کننده اصلا من خدا اصلا فعال بود فعالتر شده امروز اصلا کلا خودم دارم اینم فعالیت کنم. آقای قانع چون نزدیکم هست همسایه ما هم هست. دیروز یکی برنامه ها گفتی راجع به شفر. بله این رو عرض بکنم جناب قانه تونتون بگم که دیگه جناب قانه عزیز دوست خوبم عزیزم. شفر یک مربی تمام شده بود، ایشون رو آوردن، علی منصوریان تیم خوبی بسته بود، از حق نگذره من منتقد منصوریان بودم ولی تیم خوبی بسته بود، نمیتونست خوب استفاده کنه، در واقع هر هفته تغییرات مکرر باعث شد که لازم بخوره به هر دلیل توپ نچرخید براش هر زمینه. شفر رو آوردن، ایشون با اون تیم خوب نتیجه گرفت در نیم فصل. اون موقع من عرض کردم که شفر رو بعد فصل بعد در موردش نظر بدید. متاسفانه عزیزانی که توی قراردادش بودن و فساد داشتن اومدن با این آدم قراردادی رو بستن باور نکردنی. نه تنها این فصل رو بستن، فصل بعدم هنوز این فصل شروع نشده، فصل بعدم بستن چون به شدت پول جابجا شد و این شد که جناب قانع عزیز که آقای شفر اومد بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته رصد بشن این مدیران کیان، این اصلا مربیان کیان که این فساد رو میکنن، این اتفاق افتاد و آقای شفر از پول بیت المال، از پول من و شما، از پول دولت ورداشت و مدیران ما میدونیم مهم چیه تو یه دقیقه دیگه. بله جناب قانع فقط همین رو بگم و جمع کنم این موضوع رو، چون تیم مال شخص نیست، مال دولته، مدیر دولتی میاد دلش نمیسوزه.